که میخواستیم یه افرادی بیان برن که نترسن. ستاد وقت محله اصلی ستاد یه جا بود بالای میدون ولیعصر، ما اومدیم رفتیم توی کوچه بهافرین، خیابونه بغل میدون ولیعصر، یه 5 طبقه اونجا گرفتیم و مالی ستاد انتقال دادیم اونجا. دلیلش هم این بود که خب به هر حال افرادی که میمدن کمک کنن فلان کنن برن بیان، نمیخواستیم تو اونش، خیلی شون اصلا نمیخواستن ببینن. ضمن اینکه تو اوضاع انتخابات شما میدونید خیلی بین خیلی کارخونه دارا، تجار، اصناف مرسومه، به هم به دو کاندیدای دو طرف کمک میکنن. خب اینا نمیخوان دیده بشن، توجه میکنی؟ به خاطر همین ما ستاد بردیم، مثلا شهاب طباطبایی اون ستاد جوانانشون چون جا زیاد داشتیم بردیم همونجا. من که قرار نیست تو چش باشم که. حالا اون روزم آقای مسلم اومد یه حرفایی زد، به هر حال نمیدونم، حالا یه چیز جالبه هم برات بگم. تو همون داستان 88 روزی که آقای میر حسین اومد وسط خیابون انقلاب، حالا اصلا نگم اینو ولش کن، حالا میگم یه همچه حادثه‌ای مثل این اتفاقی که آقای مسلم اومد بالا اون روز رو استیج برای من افتاد، خب زیاد اینا میفته، حتما که نباید ما رو بشناسن که، ولی حالا بگذاریم. مثلا این معرفی من در ارتباط با میر حسین، هم اینا رفیقامون. بهشتی شیرازی، آقای بهشتی شیرازی خود منو نمیشناسه. شما عبدالله مومنی نام بودید، درسته؟ آره دیگه، عبدالله مومنی رفیق بسیار صمیمی من. آره. حالا شما میخوای بری استعلام کنی، من اصلا میام بهت گفتم میخوای اگه استعلام کنی، اگر که برات مهمه، که به نظر من نباید برات مهم باشه. چرا؟ چون شما فکت منو ببینید. من کار من غلطه بگید. خب برو از اینا بگو. بهتون توضیح بدم. نگاه کن الان تو که فضای کلاپاس دو تا بحث پیشیده. یک، میان آقای طالبی از طرف بگید فرید مدرسی 24 ساعت بچه کیا میزنید یا تو شدی که کمکم کنن. تخصص فرید مدرسی بند شهریار، یه لحظه قطع شد دانیال، یه بار دیگه بگو. این جبهه چی بود؟ جبهه پایداری؟ آره میگفتن آقای طالبی از جانب جبهه پایداری اومد داره این کارو میکنه، صدای فریده داره میبره. و بعدن یه قسمت دیگه میگفتن نه، فرید میخواد حالا دوباره از موسوی اینجوری دلجویی کنه که بیاد. مثلا این سومین گزینه هم که من گذاشتم رو میز، شما حالا دارید بیا آقای مومنی یا نام میمرید. خب عزیزم ببین دانیال جان، شما اگه بخوای من ستا گزینه هم بهتون گفتم دیگه. آره ببین، اگه تو بخوای به این مسائلی که مطرح میشه به تعداد همه ما توی این کلاب هاوس نظر هست، اگه بخوای به این مسائل بپردازی که به قول معروف باید دائم جواب مردم رو بدیم. فرید مدرسی دو بار اومده دفتر من، یه بار اومده دفتر شخصی من در خیابون جردن که اون موقع جردن بود، یه بارم اومده ما یه مرکز، حالا به خدا بعد من اینا رو بگم بعد دوباره هزار تا بحث در میاد، یه همش تقصیر تو. ما یه تشکیلات بسیار بزرگ خیریه داریم که فقط کارش مدرسه سازی در سیستان و بلوچستانه، توجه میکنی؟ مدرسه سازی، خانه بهداشت در سیستان و بلوچستانه. این به خاطر اینکه شک و شبهه ایجاد شد من دارم میگم. بالاخره الان من 2 سال تو کلاب هستم، یکیتونم این چیزا رو نمیدونید، اما مجبورم داری میکنی بگم دیگه. ما یه دفتری دادیم در بالای خیابون ولیعصر روی زعفرانیه که یه بارم فرید مدرسی اومده اونجا. خب سالهای خیلی قبل یه مسئولی داشت اینجا که اون به رحمت خدا رفت، آقای اژه‌ای. خب نه این آقای اژه‌ای قوه قضاییه، آقای اژه‌ای که من میگم داماد شهید بهشتی بود، 2-3 سال پیش به رحمت خدا رفت. فرید مدرسی یه بار اومد اونجا منو دید، تشکیلاتم دید و فلان اینها. این هم خانم عرب سرخی که در سیستان و بلوچستان فعاله، البته ایشون مستقل فعالن، ولی ما 130 خیریه هستیم که یک جا شدیم بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان، مخففش حاسب. شما در جای جای سیستان و بلوچستان که بری نامو میبینی. حالا میخواستم چرا اینو گفتم، بخواد که فرید مدرسی اومد اونجا و بعد رفته بود آمار در آورده بود که اینجا مسئولش آقای اژه‌ایه. این آقای اژه‌ای داماد آقای بهشتی در سالهای خیلی گذشته در اصفهان اینا 3 نفر مطرح بودن که یک گروه بودن که تقریبا حوزه علمی ها و اینها رو همه رو تحت نظر داشتن. آقای اژه‌ای بود، آقای سالک بود و آقای فقیهیمانی. خب
آقای مدرسی اگه منو به آقای اژه‌ای مرتبط میکرد، آقای اژه‌ای داماد شهید بهشتی بود، خب نمیتونست این کارو بکنه. بنابراین من اومد به یه آدمی که مخالف 100% منه و اصلا تفکر ماست به اسم آقای سالک، بسیار بسیار فرد تندروییه، بسیار بسیار فرد خشکیه که به قول معروف به هیچ وجه شما اصلا نمیتونید بشینید 10 کلمه باهاش صحبت کنید، بسیار فرد دوگمیه. به این منتسب کرد، بعد هم یه شعر رو برای سالک، یه آدمه همین صفاتی که براش گفتم هست، اما یه چیزی هست، سالک هیچ وقت کار اقتصادی نمیکنه. سالک از این آدمای دوگمیه که هنوز ظرف غذاشو به خودش میبره مجلس، خب ولی مخالف 100% منه. حالا اصلا من نمیخواستم اینو حالا مطرح کنم، اینقدر سوال میکنم، میخواستم بذارم فرید مدرسی اینو حسابی بولدش بکنه، خب که چون یه فکت دروغ غلطه از ذات کثیفش بلند میشه که میاد یه همچین حرف دریوری داره میزنه و میدونه که من در سال یه بار در سال 73 و یه بار در سال 74 تو اصفهان زندان رفتم به خاطر مسائل حمایت از آیت الله منتظری و مسائل اصفهان و داستانی که وجود داشته، و اتفاقا شاکی پشت سر منم همین آقای فقیه ایمانی های سالک بودن، توجه میکنی؟ بعد میاد یه دریوری هایی برای من میگه که به قول معروف اصلا نمیشه باهاش با هیچ آب طلایی شست. اینم من به خاطر که آدم سلامتی میدونم و میدونم که کار با ویدا ربانی و این و اونو دارم میبینم با سلامته، خب مجبورم کردی بگم دیگه. فکتارم همه رو بهت دادم، هر کمشو بخوای بپرس بپرس. تهرانم هستی؟ فردا صبح، البته الان ایران نیستم، ولی فردا پس فردا هر وقت خواستی قرار میذارم، تشریف ببرید بنیاد ما رو هم ببینید، همه این موارد کنم، خودت شخصا برو راستی آزمایی کن، چون میدونم بچه خیری هم هستی، تمام به قول معروف ریز و کن و قصه رو در بیار. اینم به خاطر اینکه شفاف سازی دیال میم دیگه، هر چی دیگه اگه جا مونده بگو من بگم. بعدا یه سوال داشتم بپرسم یا نه، بذار بکچنان ازتون میپرسم اگه دوست داشتید. باشه اشکال نداره. نه حالا گفتی شفاف سازی کن دیگه، من گفتم چون چیز عیان نیست، حالا بحث خیریه و اینا که وسط میاد و من خدا شده با فرید مدرسی اصلا من بحث پول نداشتم. همین تو دو سه نفر از دوستان اومدن تو واتساپ به من پیام دادن، تو بکچنل پیام دادن، تو بکچنل هم که شاید 200 نفر پیام داده بودن، من یکی یکی هم جواب همه رو دادم. نه منم بحث پولی که اصلا منم ندارم، ولی اصلا موضوع بودم. من دانیال بحث پول با فرید مدرسی نبود، موضوع یه دفعه بولد شد، میدونی موضوع یه دفعه بولد شد. من ببین حتی من و وحید هم صحبت میکردیم، موضوع موضوعی پول نبود، ما میخواستیم نگاه کنید سه تا روایت بود. الان شما میگی آقای عبدالله مؤمنی، مثلا اون آقای عذرخواهی میکنم بهزاد یا نجات که هم وزیر بهداشت رو بگم آقای خاتمی بود، یه فکر کنم 5 سال هفتش کنم کشیدن تموم شد رفت، و زیاد آدم گم یعنی نیست که تو خبر رو سرش کنی نمیاد، خیلی هم حداقل ماهایی که میشناسیم ایشونو. من خواستم مشخص بشه چون که دیگاه کنید باید تو این فضا مطرح شده، چیزی که من مطرح نگم خود شما مطرح کردی، چون که به من و دوستانم میزنن منم ولش نمی کنم. خب اینجا بعد موضع شما که دوستانتون کی هستن، مشخص شما اسم عبدالله مؤمنی آوردید دیگه، بعد منم به خانه ربانی اینا رب ندارم، من در نهایت یه فنم بیشتر از این نیستم. من سوال همون پکتنه رو براتون پرسید، سوال بکتنه تو اینجا جواب بدم یا به خودت بگم؟ نه اگه دوست داری تو جمع جواب بدی تو جمع. نه اشکال نداره تو جمع، اصلا این سوال رو کردن و من پاسخ دادم، فکر کنم حالا شاید شما نبودی تو یه رمه دید، ببین شما در ارتباط با سردار دهقان از من سوال کردی، خب که پس سردار دهقانی وسط چی؟ ببین آیه دانیال جان، ما نمیدونم شما صحنه سیاسته چطوری میبینید، اصلا این طوری نیست. ببین ما تو همین بدنه ایه نظام یه سری آدمایی داریم که اصطلاحاً به اینا میگیم قوه عاقله نظام، خب اینا نه چپن نه راستن نه خط خطوطی دارن، یه جورایی نسخه، حالا هر کی دوست داره بشنوه دوست نداره فوش بده، نسخه دیگری از سردار سلیمانی هن. اینا بچه‌های جنگن که آلوده هم نشدن، یکیشون هم سردار دهقانه. سردار دهقان تا لحظات آخر،
یعنی تا اون لحظه ای که حصر رو شروع کردن تمام تلاشش رو کرد که این دوتا رو با هم آشتی بده. یعنی حتی خیلی ساده من به شما بگم اینو، حالا بعدا اگه اومد تو فضا بینش بپرسید، حتی لحظات آخر اومد رفت با آقای خامنه‌ای صحبت کرد، با میر حسین هم صحبت کرد، گفت آقا من یه ترتیبی میدم آقای خامنه‌ای بیاد، چون اینا خونهشون بغله همه دیگه، این اون تقریبا شاید به شما بگم نهایتا 300 متر اون پشت ریاست جمهوری، این بالای کوچه بالای ریاست جمهوری، که ایشون اون بنده خدا بیاد تو حیات، آقای میر حسین هم را بیفته از این طرف بره، اونم بیاد جلوش و خلاصه یه چیزی بده، یه همچین فضایی که حتی به قول معروف لحظه آخر به میر حسین میگه که پاشو همین حالا بریم، میگه نه شما برو بذار من یک ساعت فکر کنم، میگه اگه من از بیرون رفتم شما دیگه فکر نمی‌کنی. همون لحظه‌ای که به هر حال عواملی که داشتن کارو تند میکردن که فضا رو به حسب کشونن اینو و خلاص، حالا میر حسین میگه نه من یه ساعت فکر کنم و بعد ایشون که میره بیرون دیگه خلاصه ایشون هم قبول نمیکنه، حتی میاد با مهندس باقریان صحبت میکنه، مهندس باقریان میگه ما هم اصلا کامو اومده است بریم زندان. اینو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی که حرف از شفافیت میزنیم باید همه رو بگیم. یک، دو، آقای دهقان شما یک دونه فکت، یک دونه مصاحبه ازش بیارید که توی این موضوعات موضع گرفته باشه. بله، فرمانده رسمی نظامیش آقای خامنه ایه و کاملا به اون وفا داره. اما این همین هفته قبلی سرچ کنید، آقای دهقان یه مصاحبه داشت که توی مصاحبهش خبرنگار، فامیل خبرنگارش نمیدونم ولی یکی از این تندای صدا سیماست، ازش سوال میکنه و بهش میگه که راجب شورای نگهبان چی میگه. همین هفته قبل میگه به نظر من شورای نگهبان باید جمع کنه این بساطو، بذار ملت بیان، هر کی باید بیاد کاندیدای خودش داشته باشه، که دلیل نمیشه که. خبرنگار سوال کرد، کلیپش همجا پخش شد، الان پیدا کردم برای شما میفرستم. علی سوال میکنه میگه که خب قانون اجازه نمیده، میگه قانون چی؟ یه دونه قانون برام بیار، این حرف اینا حرفای خودشون درآوردن. یعنی خیلی تند و شفاف جواب میده. ما در فضای انتخابات 1400 سعی کردیم، وایسادیم، تلاش کردیم که از لیست پرتراوت جبهه اصلاحات یک کاندیدا در میاد برامون. 14 نفر لیست دادن، چند نفرشون رو بالاخره خودشون نپذیرفتن، پذیرفتن 7-8 نفر مثل که آخرشمون که همشون هم ظاهرا رد صلاحیت شدن. خب کسی دیگه نبود. آدم سالمی هم که تو خلیل موجودی ما میشناختیم آقای دهقان بود. خب ما رفتیم پشت آقای دهقان. اینطوری نبود که آقای دهقان با من صمیمی باشه. مگه شما وقتی که پشت آقای خاتمی یا میر حسین یا هر کی رفتید، رفتید با آقای صمیمی بودید؟ نه، ما دیدیم تو خیلی بعد به شدت هم آدم توسعه گراییه. الان مثلا مسئول ستاد مکرانه، منطقه مکرانه که همگی میدونید از تقریبا حوالی جاسک تا برسه به گوادر بعد از چابهار، این سواحل بکر ما رو بهش میگن منطقه مکران، یه مناطقیه که از تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس استعدادش برای یه گام بزرگ خیلی بهتره، یه چه ویژه است، برای آبهای آزاد بهترین سواحل داره، همون درک و مرک و اینا همه تو اونجاست دیگه، چه ویژه‌ایه. خب حالا مسئول راه اندازی سازمانه اونجاست. جالبه که من چند وقت پیش که حالا داشتم پیگیری میکردم، یعنی همین تو وبسایت و اینا داشتم میدیدم، دیدم ایشون مثلا برای اونجا، برای کنترل مدیریتی اونجا، دوستانی که حالا آگاهن میدونن، من خیلی هم سر در نمیارم از این موارد، ولی مثلا برای اونجا سیستم بلک چین رو داره پیاده میکنه. خب ببین توی مغز مسئولین ما یک همچین چیزی، یا آدم به شدت توسعه گرایی، تو دفاع هم که بود همینطور بود، با همه دولت ها کار کرده بود، حالا بعد چهار تا میگم میگن دارن اون داره اونو پروموت میکنه. خب به هر حال واقعیتو باید بگم دیگه، با دولت آقای خاتمی کار کرده، با دولت آقای تو دولت آقای هاشمی کس هم بوده، با دولت آقای خاتمی کار تو دولت آقای خاتمی بوده، تو دولت یک دولت اول احمدی نژاد بوده، دولت یعنی آقای دهقان طرفدار انتخابات آزاد و اینکه رأی مردم بیاد تحت بازتر از بقیه است. بله بازتر، چقدر بازتر نمیدونم، متر نذاشتم نمیدونم، ولی خیلی بازه. مثلا علم الهدا ما از آدم زیاد داریم، درجه است. بله پناهیان نیم درجه است، اینم باز میشه دیگه، پناهیان نسبت به علم الهدا بازتره دیگه.
نه خب خیلی نابازند. حالا یه سرچی بکنید، بررسی کنید، نظریاتش رو ببینید، به من هم هم بفهمید. مصاحبه دیدم قبل از اینکه آره جان خب خدا بیش چند خیرت، دفعه که با من داشته. خب خدا خیرت بده دیگه. ولی ببین ما کسی دیگه نداریم تو نظام. شما فکر کن اگه از آسمان آدم میاد زمین. بعد من گفتم یه بار دیگه، هم گفتم تو همین قضایای داستانای اخیر 7 8 10 نفر بودن که خب یه سری کمیته تشکیل شد برای کمیته، که حالا اسم کمیته میگیم تشکیلات میشه، باید بریم داستان داره دیگه. ولی مثلا یه سری آدمای خیر دور هم جمع شدن، گفتن ما کاری نمیتونیم بکنیم، کمک کنیم به زندانیا. هر کی به یه نوعی بالاخره چی میکرد. یکی از کارا مثلا یه سری دوستان چیز بودن، از اینایی که به قول معروف قبلا مسئول بودن و الان بازنشستن و یه آبرویی دارن و اینا، میرفتن با افراد مختلف جلسه میذاشتن، آقا کوتاه بیاین فلان البل، از جمله مثلا چندین جلسه با خدای شمخانی گذاشتن یا مثلا با دیگران، با همین افراد بودن. خب خیلی جا وساطت کردن، خیلی حالا در آورد. یه سوال راهگشا بپرسم، آقای دهقان موضعشون به جبهه پایداری چیه؟ به شدت مخالفن اینا. هم میگم اینا قوه عاقلا، اصلا اون یه سیستم دیگه است، یه سیستم جبهه پایداری، یه سیستم دیگه است. داشتن رابطه فرید و این ستاره حسین دهقان رو همینا نذاشتن ثبت نام کنه تو انتخابات دیگه. آقای طائب و مرحوم، یه سوال اجازه میدید به من بپرسم؟ از ماجرای مهمانم بفرم. نه شما باید بالاخره اجازه بدید من شما سوال بپرسم. آقای طالبی عزیز، از ماجرای اون آقای حسام قیدری که مشاور آقای سردار دهقان بودن و علیه آقای سردار دهقان یه گزارشی رو به رئیس جمهور آقای روحانی دادن و چه بلایی آقای سردار دهقان سر این بند خدا آورد و بعداً به جرم جاسوسی دستگیرش کردن، بردنش زندان، مدت ها زندان بود و عرض به حضور شما بالاخرم توی دادگاه تبرئه شدم، شما خبر دارید؟ این بند خدا اونقدی هم که شما فرمایید بچه پیغمبر نیست. نه من خبر ندارم. ضمنی که شما حداقل یه لینک به ما بدین، خب یه لینک به ما بدین که ما بتونیم حرف که دارید بزنیم. من نمیگم سند بدین ها، مطالعه کنیم. میدونیم چرا؟ چون توی قضیه انتخابات، قبل انتخابات که داشت می اومد، تو همین کلاب هاوس هم اومد دیگه، انواع اقسام سوالات رو ازش کردن، به توپش بستن. برای صد سکه‌ای که برای برجام همشون گرفته بودن، ظریف هم گرفته بود، به قول معروف حسین دهقان رو پوستش رو کندن همه. خب این چیزی که شما داری میگی من بار اوله دارم میشنوم. هم برای من بفرستید لینکشو، هم اگه دوست داشتید بالا بذارید. منم ولی من زمان وزارت دفاعش که من معاونش نبودم، مثلا سیستم وزارت دفاع نمیدونم که. گفتم با من اونقدر شما فکر کنی قاطیه نیست، اما به هر حال برای اون پریود ما این آدمو خیر الموجودین تشخیص دادیم که اصلا حالا این مال چیه. اظهار نظرایی داریم ازشون آقای طالبی درباره یه جبهه پایداری از آقای دهقان که مثلا تو رسانه میشه پیگیری کرد؟ لینکشون شما بذارید تو چت. توی انتخابات خیلی صحبت کرد، حتی یه توی توییتر هم یه لوین چیزی داشت، ولی حسین دهقان مقابل 100% ایناست، مقابل 100% ایناست. بسیار تلاش کردن بزننش. حالا یه تحقیقی بکنید، آدم که میشناسین یه سرچی بکنید دستتون میاد. ولی صرف این که یارو سرداره طرف، ببخش من میگم یارو، ما یه ذره اصفهانی الفاظمون آمیانه است، خودمونی میشیم زود. طرف سرداره نمیشه همه رو با یه چوب روند. من نمیخوام اش دفاع کنم اصلا، برین اکار. چیزی که ما تشخیص دادیم و من تشخیص دادم و دوستان اطراف من تشخیص دادن این بود. البته بله، اگر نمیدونم یه نامزدی میومد نظامی نبود، مثلا من سر موضوع آیده خواب با خیلی ها حتی تو اصلاح طلب بحثم شد، میگفتن نه 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 اسمشو نه، یا طرف نظامی. گفتن خب باشه کیو میخوایم بیاریم؟ مثلا یه طیف عارفه، گفتن عارفه. گفتیم بابا این یه عارف یه لیسته مجلس برام، بس حیثیت همه رو برد، بعدم که خودش پاش وای نسد. حالا این مسائل بود دیگه، هر کی به یه نتیجه میرسید که حالا عارف هم تو لیست نبود و اون لیست هم چیزی از توش در نیومد. و آقای مازدری زاده تو در نهایت میگید این رحم اجاره ای در روی این صحبت میکنید؟ 100% 100% خیر الموجودین، یعنی همون میشه دیگه 100%. نه خیر الموجودین خودم میشه. ببین دانیال، من یه ذره فرق میکنم، خب خیلی ها مثل من، البته ماها که چیز یه مقدار فرق میکنیم ماها با اون چیزی که مثلا بگیم. برای بعضی شاید تعجب بشه، میگن شما به بیانیه میر حسین معتقدی، برای بحث همین پرسی کارم داری میکنی، خب باید دست تو بذاری کنار، باید هیچ اکتی هم صورت ندی. خب
من به بیانیه امیر حسین معتقدم، ولی به هر حال ما من معتقدم که یه دولتی ما سر کار گذاشتیم که این دولت داره بودجه ما رو میگیره. 2000ش هم بتونیم جلوشو بگیم، 4 تا آدم درست هم بذاریم 4 تا آدم درسته. من موافق 100% شرکت در انتخابات بودم، بسیارم تلاش کردم با خیلی ها، مثلا مرعشی هم مثل من فکر میکنه یا خیلی ها دیگه، حالا مرعشی که خب خیلی ها دیگه. واقعیت داستان این که من به شدت برای همتی هم کار کردم، وقتی دیگه حسین دهقان رای ندادی مرعشی زنگ زد و آی مرعشی و ما رفتیم بیرون تو شهرم رفتیم، ولی خود یه امید نبود دیگه، بقیه اصلاح طلبا نیومدن. بله رای هم دادیم، محکم هم وایسادیم، کارم همین آقای صادق الحسینی و دیگران همه ستادش بودن مرعشی. البته چند پاره شد دیگه اصلاح طلبان، یه بخش کوچولی میموند برای آقای همتی که حالا به آخر بین همتی و چیزام گیر کرده بودیم، ولی الان دوباره اصلاح طلب دوباره خیران موجودی برای مجلس. چرا من اینو گفتم به خاطر اینکه دوباره یه سوال پیش میاد که تو که میگی میر حسین پس انتخابات، نه من به هر حال نمیگم میر حسین امام من نیست، ولی یک نه همون که شما فهمیدید، شما گفتید من بیانیهش قبول دارم اونجاش دوست دارم، من به این سوال برام پیش نیومد. این بودم دنباله خیر الموجودین هستید برای این انتخابات، مثلا خیر الموجودین دیگه میاد این واسه؟ من نمیدونم اصلاح طلبا چی کار میکنن، من تو سیستم حزبی اصلاح طلبان اونا بسیار بسته تصمیم میگیرن، بسیار بسته، ولی واقعیتشو بخوای آره من که محکم دنبالم، اگر که بشه یه نامزد خوبی آورد توی کار به نظرم به همون روندا کمک میکنه. البته شاید خیلی یا موافق نباشن، چه دو برابره اون کسایی که قبلا موافق نبودن موافق نباشن، اما از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون، ما محکم پیگیریم. حالا البته بگم یه چیزی، من یه بار توی روم نمیدونم چی بود، آیه صالح صالحی یه روم گذاشته بود دو سه هفته پیش، من که رو استیج به استیج نمیرم اصلا، نه فن بیانم خوبه نه این کارم، هر کی آدم یه کاریه، یکی تئوریسینه یکی سخنگوه، ما نیروی میدانی دانیال توجه میکنی و به قول معروف خیلی هم چیز نیست، ولی رو پیش میاد خوب دادم بگی دیگه. الان توی اصلاح طلبا اتفاقاتی داره میفته، ولی نه تو همشون، احتمالی که دو سه قسمت هم بشن هست، اما مثلا نیروهای توسعه‌گرایی مثل آقای مرعشی دارن یه کارایی میکنن، خیلی دارن تلاش و فعالیت میکنن بتونن حاکمیت رو اقناع بکنن که به هر حال یه سری هم برای مجلس هم برای چیز یه سری نامزدایی چیزو اجازه بدن اینا به قول معروف، مثلا آقای دهخان میخوان برن اقناع کنن چی؟ مثلا برن به آقای جنتی بگن آقای دهخان که میاد تایید صلاحیت هم میشه دیگه. نه مرعشی با آقای دهخان نبود، آقای مرعشی اینا با آقای دهخان اصلا نبودن. نه منظورم این که از این طیفای اجاره اتفاقا آقای دهخان رو نهی کرده بود، بعدها من فهمیدم دو سه ماه قبلش بهش گفته بود که مرعشی خیلی آدم عاقلیه به نظر من تو اینا، من قبلا دیدگاه همینطوری نبود ولی یه مقدارش نزدیک شدن، خیلی آدم عاقلیه. دو سه ماه قبلش باید دخان میگه نمیذارن تو بیای اصلا نیا جلو، من بعدها فهمیدم. نه منظورم اینی که این رحم اجاره دیگه نیاز به چانزنی در بالا نداره، یعنی شما باید نهایتا این که توی اصلاح طلب نهایتا روحانی نشه دیگه، که میگم بشم زیاد برای من فرق نمیکنه رو که مطلب، ولی دیگه دانیال روحانی استثناء بود. هیچ ببین روحانی انتخاب بسیار غلط مهندسی شده و یه اولا که من یه چیزی بگم، من با آخوند رئیس قوه مجریه 100% مخالفم، تنها در یک صورت، همه اکتما میذارم کنار و هیچ کاری نمی کنم که آخوند بخواد دوباره رئیس قوه مجریه بشه. چرا؟ چون فکر توسعه در مخ آخوند نمی گنجه، هر کی میخواد باشه، نهایت آخوندی که میخواد توسعه گرا باشه آقای هاشمی رفسنجانیه، که اونم به بود که اونم به 2000 مدل فریبه شدن اصلا توسعه را در عقب، یعنی میگه شما توسعه از در ریاست جمهوری میگذره دیگه، بدن به بالاترش فرق نمیکنه. بالاخره دانیال ببین هزار تا مشکل داریم کشور ما، نه قانونش درسته، هم اصلاحات ساختاری میخواد، هم بیخوبون میخواد، همه اینا درسته، اما گفتم دوباره هم دارم تکرار میکنم، ما هی داریم 4 سال 4 سال بودجه میدیم دست یه سری آدمای دوزاری و اصخایی میکنم اینطوری دارم میگم، و خب دارن تلف میکنن دیگه، توسعه باید یه شروع بشه دیگه. ببین چرا شما فکر میکنید آقای نامور حقیقی، از من یه چی به شما بگم، اینقدر داره رو برجام تاکید میکنه، شاید خیلی ها بگن بابا این
رد داده اصلا. خب هیچی دیگه بلد نیست که داره رو برجام تاکید میکنه. اتفاقا آقای نامور حقیقی به نظر من یه آدم 100% توسعه گراست. میدونی چرا؟ چون مهم نیست شما روزنه رو از کجا باز کنی، باید یه روزنه ای برای این توسعه باز کنی. زمانی که توسعه اتفاق میفته، اون موقع اتفاقی که به چشمای خودمون داریم تو کشور ترکیه میبینیم، تو ایران هم شاید اتفاق بیفته. یک حزب اسلام گرای اخوانی بذارن، یک حزب توسعه گرای چی؟ ما از این بحثا کاملا هم ما هم الان شما یعنی آقای خاتمی هم بگن آقا بیا رئیس مجلس جو، شما میگی نه نه never ever آخون نه. آره آخون نه، آخون ما هرچی بدبختی داریم با احترام کامل با از آخون داست. یک راه هم ما داریم این آخون داره بزنیم کنار، اینم بدیل خودشونو بیاریم جلو. شما فکر کن این، به خدا من 10 برابر شما آرزومندم 4 تا از این بچه های تحصیل کرده آمریکا و اروپای وطن دوست بیامد. آیا میشه؟ شما اینا میذار یه کار ما میتونیم بکنیم، یه ذره اینا رو هولشون بدیم عقب، بکنیمشون تو حوزه علمیه همین. ولی تو مغز آخوند توسعه نمیگذره. آقای خاتمی اتفاقی که براش افتاد، آقای خاتمی نه تو این فضا. پس شما میگید رحم اجاری اوکیه، اونم که اوکیه تقریبا. شما میگی هر آدمی چاره ای نداریم دیگه. آخه چاره ای نداریم، چه چاره ای داریم؟ اولا که اینا نمیذارن، اولا که نمیذارن، دوما نمیذارن، سوما نمیذارن. اینا راهی که رفتن جلو، این همه خسارت دادن، بر نمیگرده. این شورای نگهبان نمیکنه این کارو. جلوی خامنه‌ای هم چرا شما؟ ولی خب داره تلاش میکنه، بازی سیاسته، تلاش میکنی. وقتی این فشارا جواب داد، سیاست قهر کردن نیست اصلا. همه جناح مقابل شما دلش میخواد شما تحریم کنی، چه کاری بهتر از این؟ ببین دانیال، ما این تجربه رو سال 76 هم داشتیم. حالا ببخشید زیادم صحبت میکنم، اگه سرتون درد نمیگیره اینو بگم. ببین نه طرف بحث داشتم بفهمه. ما سال 76 یعنی سال 74-75 در کشور، حالا خیلی ها سنشون میرسه دیگه، با یه خفقانی روبرو بودیم، واقعا وحشتناک بود. هم تورم بالا بود، هم وزارت اطلاعات پوست میکند. انقدر ما فعال سیاسی نداشتیم، رسانه هم انقدر باز نبودن، یه شیر تو شیری بود اصلا، اون سرش ناپیدا و اصلا خیلی نافرم بود، خیلی نافرم بود. امیدی به جایی نبود. که در شرایطی بود که همین چپی های عزیز که بعدن خب خیلی هاشون چپی های انقلابی اصلاح طلب شدن، اینا تحریم کرده بودن انتخاباتو. با هر کدومشون میرفتیم، حالا ما جمع دانشجویی بودیم اون موقع دیگه، حالا به قول معروف میگم همون موقع تو زمان دانشجویی هم برام اون مشکلات پیش اومد دیگه. با هر کدوم میرفتیم میشستیم صحبت میکردیم، همشون میگفتن امکان، نه نمیگفتن امکان، میگفتن تحریم. همین آقای کروبی اینا مجمع روحانیون مبارزه صد داستان بود دیگه، یعنی شیخوخیت این طرف چپ مجمع روحانیون مبارزه بود و سازمان مجاهدین انقلابه، اینا همه قهر کرده بودن با انتخابات. تو مجلس شما متوجه میشن، ولی شما یه جای تئوریتون میلنگه. آخوند شما پس بزنید تو حوزه علمیه، خب سپاه باید تو خرتناق بیارید جلو دیم شیه هوشنگ. نه نه نه، حالا اینطوری که نمیشه که. من یه خیلی کلی گفتم، همین قوه مجریه رو گفتم. آره نه همین قوه. ببین الان به هر حال این دوره اتفاق افتاده دیگه، دو سه دوره است اتفاق افتاده. رئیس مجلستون که آخوند نیست، این یک. قوه مجریاتون هم بتونه آخوند نباشه، به نظر من فکر توسعه در بیاد. یعنی اولی من ظاهرا آره ظاهرا آخوند نیستن، ولی آخوند لباس نیست، یک تفکره. حالا به هر حال ببین قالیباف هم خیلی مشکلات داره، ولی خب شما وقتی میذاریش در کنار مثلا همین رئیسی، ببینی چاره اینه. ببین ما ایران، ما تو کشورم ما رو یه جایی قرار دادن که هی مجبوریم که اهم و فلهم کنیم، هی داریم میریم عقبا، داریم اهم و فلهم میکنیم. به نظر من که خیلی خوشبینانه دارن همه نگاه میکنن. کنار زدن شمخانی و اینا نشون داره میده که اینا تازه گاردشون رو محکمتر بستن. ولی به هر حال ما داریم تلاشمون رو میکنیم دیگه. حالا تا اون موقع من الان 47-8 سالمه دانیال، اینم فکر کنم سال 84 همین طرح آخوندو بزنیم اینا شد احمدی نژاد دیگه. ما این نشد والا احمدی نژاد که داستانش فرق میکرد کلا. احمدی نژاد اصلا توی
پروسه‌ای بالا اومد که به هر حال اون موقع فرق می‌کرد. خب اون یه همه بحث دیگه پیامبران است. هم اسمانی میگم، همه پیامبران هم داستانشون فرق می‌کرد، ولی نهایتا می‌خواستن به این هدایت مردم بپردازن دیگه. آقای امهیجم در نهایت یک کوچلواری معرفی شد دیگه، داستانش هم میدونم فهم کرد، ولی این بود ایده دیگه. نه خب احمدی نژاد که از همون موقع تو انتخابات 84 قرار نبود احمدی نژاد بشه، که تو دقیقه 90 قالیباف بود دیگه. بله بله دقیقه اونجایی که قالیباف اومد یه فیگور رضاخانی گرفت، از داستانشون کنار رفت دیگه. همونجا ناحیه مقابل اینور که گند زدن، یعنی گند علیه السلام، چهار تا نامزد با هم همزمان اومدن و بعد از اون اختلافات شورای دولت. آقا توری اولتون هم نیخود، رفسنجانی هم که عملگرا باشه تش بازم همون میشه، چه فرق میکنه؟ رفسنجانی هم آخون بود دیگه. ببین آخون شاید شما یه مقدار از یه آدمایی که مثلا قبلا وزیر بودن، معاون وزیر بودن، یا مثلا بیارشون مثلا یه موقع بشه، حالا بازنشستم زیاد هستن. متاسفانه تو فامیل ما دوتاشون هستن. نه نه تو همین چیز بشین باشون صحبت کنید. ببین راجب همین موضوع نه اصلا... روبروشون نشون، نمیرم تو کلاپاس باشون صحبت کنم. نه حالا روبروشون میشه صحبت کن، من فکر کردم بحث کلاب هاست با تو کلاب هاست داریم صحبت کنیم، بحث فامیلی که نمیدونم اگه دارین که صحبت کنیم. ببین راجب همین تفکر توسعه در مغز آخوند باهاشون صحبت کن، حتما یادو که مسئول بوده، هزار جا به در بسته اینا خورده، سکوت میکنن. الان کشور همه، شما در یک وزارتخونه الان پیدا نمی‌کنی که حرف غالبش با نماینده ولی فقیهش نباشه. تو همه کارم دخالت میکنه، تو همه کارم دخالت میکنه. چرا فکر میکنی این اتفاق افتاده؟ قبلا که اینطوری نبود. مثلا چی؟ ما چون هی رئیس قوه آخوند داشتیم، تراکم آخوندها کلا زیاد شده. شما آقای روحانی مستثنا نکن از اینا، آقای روحانی یه جایی اومد به فکر رهبری افتاد و نیاز به رأی خبرگان داشت. این رأی خبرگان اجماع آخوند میطلبه برای خودش، خودش هم عضو خبرگان بود. خب حالا میگم این بحثی خیلی مفصلیه، اصلا که به بحث الان اون ربط نداره، ولی به هر حال میخوام بهت بگم که موضوعات اینطوری که ما میبینیم داخل کشور نیست، خیلی پیچیده است. هرچی هم ما قهر کنیم، هرچی هم بکشیم کنار، ببین مثلا جنبش میشه، به نظر من باید 100% حمایت کنیم. این که فقط ما داد و بیداد کنیم نه، من خیلی فکر دارم، من خداتون گرفتم، حتی رومی که داشتیم میگفتین، حالا به قول معروف منم میرفتم به چارت انتقال میدادم، یکی بالاخره در میومد یا خودش در میومد، یه اتفاقی میافتاد. اون شب گفتم، حالا اسم نیارم دیگه، ولی یکی از این، چون یه دوباره برش داستان بشه، ولی یکی از این بچهای زیر اعدام، دو تا از این بچهای زیر اعدام قشنگ اینا مدیریت کردن، کشیدن بیرون، از زیر اعدام کشیدن بیرون، یا خب خیلی در اومدن، چیزی که من با چشم خودم دیدم. حالا به هر حال عملی میشه یه چیزای دیگه. من تاثیر کلاب هاوس و دانیال تو همین قسمتاش دارم میبینم. یعنی من که بچه کوچیکم، خب اما خیلی ها گوش میدن میرن، خیلی اتفاقات میفته، خیلی ها میان روی تخصصی رو گوش میدن میرن، خیلی اتفاقاتی تو ذهنشون میفته. توجه میکنی؟ تاثیر داره. ولی خب بله، اونطوری بخوای نگاه کنی که کشور درست ما داریم در یک برکه لجن داریم صحبت میکنیم که مجبوریم نفس بکشیم تو این کاتگوری موضوع رو نگاه کنین. گل و بلبل لجن بوده، الان گل شده دیگه. بله شما تو اون انتخاباتی که اشاره میکنید، خب میاد احمدی نژاد روبروی معین قرار میگیره، ولی اونجا بازم پشت معین خالی میشه. معین یه اشتباه، من خودم از معین حمایت کردم، یعنی من خودم پشت معین بودم، چون مغزمون هنوز درگیره دوگم بازیای همون جبهه مشارکت و اینا بود متاسفانه. اما معین یه اشتباه بود. معین علارغم ایدئولوژی اصلاح طلب اومد، معین با زمانی که معین و مهرعلی زاده، میدونی که اینا تاکتیک انتخاباتی جناح مقابل بود دیگه. آقای بگو اسمشو، پدر زن آقا مشتبه، یادم رفت، حداد رفت اینا رو برگردون به انتخابات، چون از اختلافات ما خبر داشتن. آقای هاشمی و کارگزاران اومدن، آقای معین و مشارکت اومدن، آقای مهرعلی‌زاده خودش اومد، آقای کروبی هم که خب بار داره دسته اعتماد ملی، هیچ کدومشون حرف هم دیگر نخوندن. در اصل جواد اجماع میشد. به نظر من ما همه اشتباه کردیم اون دوره، فقط باید میسیدیم پشت کروبی،
جلوی احمدی نژاد و قالیباف اینا فقط کرمی پسش بردن، هرچند رئیس جمهور خوبی نمیشد، یه چیزی میشد مثلا تو همون چیزای خاتمی اینا، اونم آخون بود دیگه، ولی به هر حال تو برنده شد اگه نشد انتخابات اون تاکتیکو رو دستش خورده بودیم. جالب اینه که دو سال قبلش، یک سال خورده قبلش همین تاکتیکو دوباره خورده بودیم، ما همین رکبو خورده بودیم. تو شورای دوم کارگزاران جدا لیست داد، جبهه مشارکت هم جدا لیست داد، اینا با هم درگیر شدن، آبادگران احمدی نژاد اومد بالا دیگه، جلو هم کوتاه نمیدن. نه اونا که اشتباهات محرز خودمون. خب میخواید آقای تری موافق باشید امیرحسین و من نرگس و آقای تیردادم میبینم این صحبت نمان شما. امیرحسین شروع کنیم با خودت، وحید هم هستی، یه وحید که همه خودت خواستی هستی، امیرحسین برو جلو، وحید هم هستی. آقای طالبی عزیز، اولا راجع به اون موضوع صدردهان که حالا توضیح بیشتر من نمیتونم بدم، میتونید از خودشون بپرسید یا از دیگر آگاهان بپرسید، اون موضوع براتون روشن میشه و من چون با خود حسام ارتباط دارم و با همسرش و الان هم از ایران رفته، اون بحث که به کنار، اما یک موضوع که شما رجبه آی حسام قیداری، آی حسام قیداری اگه تجربه داشتی برن تو بک چنل بفرستید، من چشم اگه چیز بکنم من پیگیری بکنم، بعد به همین دانیا یا نتیشو میگم اصلا موضوع چی بوده. حالا خلاصه موضوع اینه که سردار دهخانم اونقدر بچه پیغمبر نیست، همین. حالا این جدا، یه چیز دیگه هم شما راجع به فرید گفتید که من احساس میکنم پشت این قضیه ای که بحث شما پول دادید به فرید مدرسی گم شد، اینی که قبل از شما کارگزار فرید مدرسی آقای چیز بوده، حسام الدین آشنا بوده و آقای گوچانی هم کارگزارشون حسام الدین آشنا بوده و الان هم آقای حسام الدین آشنا پشت این موضوعه، پشت فرید و کارگزاریشو داره انجام میده. من خیلی دوست دارم که یه مقدار بیشتر ارتباط حسام الدین آشنا، محمد گوچانی و فرید مدرسی رو توضیح بدید و اینی که اصلا شما از کجا این موضوع رو مطلعید و اینکه حسام الدین آشنا چه اهدافی رو از طریق محمد گوچانی و فرید مدرسی دنبال میکنه، چون محمد گوچانی که عملا داره پروژه لیبرالیسم رو دنبال میکنه سالهاست و فرید مدرسی هم یه ارتباط گسترده‌ای با نهاد روحانیت داره، با آیه سیستانی داره و کلن مسیرش مشخصه. یعنی میخوام از شما بپرسم که اولا این ارتباطه رو شما چطور متوجه شدید، دوما این که هدف آیه حسام الدین آشنا چیه و چطور استفاده هایی از این پروکسی های رسید. چشم آقای دانیال، این لینکی که بالا گذاشتی کامل ویدیوه، ببین اینو روزنامه همشهری، اینو همشهری زده، ویدیوشو بذار. خب همشهری که الان دست دولت و پایداری اون تو آپار میدونن، نه آپارات بزنن میاد بالا، این تیکه که آپاراتون حروف فارسی داره نمیشد، نه اومدن مسخره کردن و آخرشو که بهش میگه بهش ربطی نداره اولشو ویدئوش اگه دوست داشتن میدونم تاریخشو گفتم، چون که آپارات این حروف فارسی استفاده میکنه بالا لینک میکنم نمیشه، برای تاریخش گذاشتم، بذارن برن اونو نگاه کنم، میتونن نگاه کنم، من بازم تو چت میذارم برای بچه. آره حالا من نمیدونم چقدر اصلا این روم حوصله این حرفا رو داره که من متکلم وحده باشم، نمیفهمم. یعنی اگه روم سوشاله، اگه هرکی دوست نداشت میتونه میره. باشه ببین آقای دانیال، ببخشید آقای طالبی، من شرمنده مایکمو باز کردم. دانیال، من قبل از اینکه دوباره بحث بره سر موضوعات حواشی کلاب هاوس و آقای مدرسی که چیکار کرده چیکار نکرده، من داشتم صحبت آقای طالبی رو گوش میدادم. اولا سلام، بعد از مدت ها اومدم رو استیج صحبت کنم، مثلا یادم رفته چجوری بود. آقای طالبی الان داشتن صحبت میکردن در رابطه با اینکه اگر که ما به کروبی رأی میدادیم و پشت کروبی وای میسادیم شاید رئیس جمهور خوبی نمیشد، ولی وضعیت هم به این صورت اتفاق نمیفتاد، یعنی وضعیت کشور به اینجا نمیرسید. من میخواستم به ایشون اولا که از ایشون یه سوال بپرسم، ایشون هنوز فکر میکنن که کلن سیستم جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی از اون بالایی آقای خامنه ای تا اون پایین پایینی از مدیران کوچیکی که توی ارگان ها دارن کار میکنن که همه شما متصلن به جمهوری اسلامی، شما واقعا فکر میکنید که آدم توی این زمان دولت رئیسی که اصلا کاری ندارن، واقعا فکر میکنید که توی دولت اصلاحات
و دولت‌های دیگه‌ای که داشتن کار می‌کردن به قول معروف توی ایران، آدم لایق واقعا وجود داشت که ما مردم بتونیم بهش اعتماد کنیم؟ یا به این فکر نمی‌کنید که ماها نزدیک 23 ساله که فریب دقیقاً این صحبت‌های اصلاح طلبی رو خوردیم آقای طالبی و دقیقاً به دنبال روی همین صحبت‌ها شدیم و فریب خوردیم و پای صندوق رأی رفتیم؟ فکر می‌کنید که واقعاً میشه اعتماد کرد دوباره به این حکومت؟ مخصوصا بعد از این 8 ماه اتفاقی که افتاده و این کشتارها و اعدامها و همینطور الان چند دو روز پیش پسر عموی زینب مولای نژاد کشتن مادر کیان پیرفلک رو، واقعا فکر میکنید که هنوز فرصت هست که به این حکومت بتونیم یک آوانس دیگه بدیم به عنوان ملت این دولت؟ یعنی واقعا هنوز شما به این فکر نمیکنید که اگر که این حکومت دست واقعا به یک سری اصلاحات ساختاری درست درمون زد، یا اقتصاد درست شد، یا دلار رفت زیر 20,000 تومان، یا ماشین برگشت به قیمتش به 12 سال پیش و خیلی چیزهای دیگه که ما 10 سال پیش تجربهش کردیم، همه چیز ورق برگشته، دوباره به قبل برگشته، شما واقعا فکر میکنید میشه از خونه این جوونا گذشت؟ میشه جلوی این پدر و مادرهایی که بچه هاشون کشته شدن و خیلی هاشون توی زندان حرف اصلاح طلبی زد از این حکومت؟ من و در تعجبم آقای طالبی، چجوری میتونید پوشی بکنید روی این همه جنایت این حکومت؟ جنایت به خون آدم ها بیارزش نیست که بخواییم با حرفای اصلاح طلبی رجبی صحبت کنیم. شاید اگر قبل 88 بود و حالا بعد 88 قبل 96 بود، باز میشد، جای تأمل داشت. بله میشد، ولی همون اصلاح طلبی که شما داریم رجبی صحبت میکنید، از کروبی گرفته تا نمیدونم آقای ایکس و ایگر و همه اونایی که شما دارید راجعشون صحبت میکنید، من عذرخواهی میکنم این لفظو به کار میبرم، من معذرت میخوام از دوستانی که توی رومن، ولی از نظر من و منی که مردم این جامعه، سگ زرد برادر شغاله آقای طالبی، این 8 ماه خیلی چیزا برای ما روشن شد. این 8 ماه خیلی آدم خودشون رو نشون دادن و دقیقاً این دوگانگی که اتفاق افتاده بین با شرف و بی شرف درست در این چیزی بوده که تا این سال ها باید اتفاق می افتاده. این که شما حالا در رابطه با آقای مدرسی و آقایی که کی اینجا چی نمی گفته و در کناری که نشسته بودیم به خودتون ارتباط داره. ولی این که بیان راجع به سیستم اصلاحاتی که سالها مردم رو مسخره خودش کرده فریب داده صحبت بکنید، برای من خیلی دردآورتر تا بیان صحبت های انقلابی رو اینجا بکنید و مالکش جمهوری اسلامی بکنید. شوف میکنم داریم به شعور بقیه توهین میکنیم آقای طالبی. من برای شما احترام قائلم. من که گفتم حرف نزنم که دنیا. نه. من میرم پایین، من حرف ندارم. نه آقای طالبی، نه یه لحظه آقای طالبی. نه خب ایشون میگه به شعور توهین میکنی، من نمیخوام به شعور. نه به هر حال ایشون میگه نظر دانیال دیگه، برای چی احترام نذارید؟ آقا به نظر من فعلا به شعور من توهین نمیکنید. حالا به نظر منم احترام بذارید. نه اصلا بحث این نیست، اصلا تو شاید موافق باشی، ولی من به عنوان یه آدمی که توی این مملکت دارم زندگی میکنم، شاید دانیال نظر شما فرق بکنه. من عرض کردم خدمتتون آقای طالبی رو من تا حالا صحبت و مباحثه خاصی باهاش نداشتم، همدیگرم فالو داریم، اصلا حمله شخصی که نمیخوام با آقای طالبی بکنم، من دارم صحبتشون رو نقد میکنم. بحث من این مدل صحبت هاست. تو یه جا رو اشتباه گرفتی، نگاه کن اتاق ما که اتاق تبلیغاتی نیستش، ما اومدیم داریم درباره چیزهایی که نمیدانیم و آقای طالبی نسبت بهش نظر دارن سوال میپرسیم. خب این سیر طبیعیه آقای، مثلا تو یه قسمت از تاریخ، حالا تو دیگه علنا دیگه موزه من و مصطفی رو که حالا وحید یاد تو این بارا صحبت نمیم، موزه من و مصطفی دیگه خیلی اوریان مشخص دیگه، نمیدونیم باید چیکار کنیم، تتو کنیم رو تنمون چیکار کنیم، من متوجه نمیشم. اگه اون موزه برای شما دیگه مشخص نشده، نمیدونم نامه ای رسمی چیزی. نه من اصلا کاری به موزه ندارم، ایشون داشتن. نه میدونم مثلا تعریفی ایشون... میدونم خود دارن. ببین نگاه کن به این میگن یه واکاوی تاریخی، نظرش این. مثلا من نرگس میپرسن، نرگس 10 سال پیش میگه من اگه به جای مثلا پژو پراید خریده بودم خیلی به نفعم بود. خب این که حالا بشینم با نرگس بگم پژو این شکلیه، مثلا مزایاش چیه، پراید مزایاش چیه، اون من کنه مطلب تو رو خیلی خوب درک میکنم و میگی بعد این 9 ماه هیچ انتخاباتی قانونی نیست، من خیلی خیلی با تو همکلامم. خب بیشتر از اون چیزی که بتونی با تو همکلامم، مثلا این اواخری که دیگه واقعا پیوند خونی قرار شد دیگه. ولی این که بیایم یه بحث تاریخی با یه آدم مطلع کنم، حالا نمیدونم
بابت یک سری حوادث انجام بدیم. حالا من یه تاریخی بکنم برات دانیال اینجا. آخه نوبت امیر حسین بود. خیلی مهمه این بحث حسام الدین آشنا، بحث خیلی مهمی. حداقل من معتقدم که اگر آیتابی بتونم پاسخ در خود رو روشن بگم، یک کاری میگه سلام علیک مصطفی بکنه سوال تو رو آقای طالبی جواب بده اگه دلشون خواست. دانیال جان، دانیال جان توی بک چنل و توی چه پیام خود من خب خیلی ناراضیان. خب بذار ما این بحث رو یه بار که یک به قول معروف روی ما پرایوت 7 8 10 نفری باشیم من با شما بکنم، هر کی موافقه بیاد. ببین روم بازه دانیال، بعد دارم میام. شما فضای کلاب هاوس رو میشناسی، یکی از وسطش میاد حرفای منو میشنوه تو این اوضاعی که حالا من دارم به هر حال این موج. من که قبلا نبودم که، نمیخوام از در آینده باشم، من خدا وکیل هر کدوم این روما برای روی استیج رفتن میگن من نمیرم. یکی دو بار تو روم شما اومدم دنبال پروموت کردن، خودم که نیستم که، من کیم که بخوام پروموت، ولی میان از راه میرسن وسط کار میشنون تازه خر بیاره باقالی بار کن. بذار یه موقع دیگه 7 8 10 نفری این بحثو میکنیم دیگه. حالا به هر حال من دیدگاه خودمو میگم، اینجا لازم نیست که بگیم برای چی بگیم. نه من از وسط کار نیومدم دانیال. نه نرگس خانم، خانم امیدی، من به حرف شما دارم احترام میذارم. اگه دارم بله، اشتباه میکنم. نه من بگی داره اینم داره اشتباه میکنی، هر کاری شما میگید من بکنم. نه من اصلا ببین آخه آقای طالبی اجازه بدین یه لحظه، چون حالا داستان اینا بچه‌ها به حواشی آقای مدرس خیلی علاقه دارم، من میام میرم پایین، نمیخوام که بی احترام به کسی بکنم و جای نوبت کسی صحبت کنم. فقط اینو بگم که واکاوی تاریخی اینه که شما دارین صحبت میکنین راجبش. اینم به شما بگم که خانم معصومه ابتکار و هم فکران ایشون بودن که از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا و بعد هم به غلط کردن افتادن و میخواستن گندی که زدن به این قضیه و روابط ایران و آمریکا که هیچ وقت به قول خودشون درست نشد رو با همین اصلاحاتشون خواستن درست بکنن که هیچ وقت نتونستن و نخواهند تونست. و ضربه بزرگی که زده شد به مردم خورد، به مردم بدبخت ایران که همیشه همه مردم مقصرن، همیشه توی هر برهه زمان و هر بزنگاهی توی تاریخ هر موقع که احتیاج داشتن به مردم، مردم رو فرا خوندن، گول زدن، وعده وعید دادن، مردم رو کشیدن پای صندوق رای و بعد هم که دیگه نیازی به مردم نداشتن با گلوله ازشون میزبانی کردن رو پذیرایی کردن. من واقعا بعضی وقتا میگم رومای سیاسی و وقتی میشنم یه سری اصلاح طلبای چیزایی میگن که دردآوره، ترجیح میدم سکوت کنم، ولی اینجا چون سوشال بچه‌ها بود و دانیال، حالا خب دانیال وحید بچه‌ها مصطفی جان اینجا از دوستان ما هستن، من گفتم که جاش بود که بیام اینو به شما بگم، چون صحبت شما قبلا شده بودم، ولی از اونجایی که تریبون به کسی نمیدن دوستان معمولا روی استیجاشون و فقط یک سری آدم مشخص میام چه صحبت میکنم، فکر کردم جاش بود که بیام اینو بگم. مرسی دانیال جان که من فرصت دادی، ببخشید. بچه من یه چیزی بگم دانیال میخواد مصطفی سلام علیک کنه، میخوای تو هم سلام علیک بکن مصطفی هم بکنه؟ چند بار نمیدونم اینترنت مصطفی چجوری بیا میخوای مصطفی تو بگی اول اینترنتت خوبه مصطفی تو؟ سلام آره من اینترنت هم خوبه. یه نکته میخوام در رابطه با این واکاوی تاریخی بگم که اتفاقا یه جایی من با نظرم به های طالبی نزدیکه تا یه برهه ای ها، نه کلا. حالا سرناز بگیر. من سلام به همه، نمیخواستم چیز خاصی بگم، فقط به آقای طالبی میخوام بگم آقای طالبی ما معمولا سوشاله که میزنیم همه بچه و دوستایمون هم یه چیزی هم میگیم، منم البته میخواستم یه ضربه مثل نرگس بگم از سر دوستی و اینکه چه میدونم اینجا اصلا حمله هیچ وقت صورت نمیگیره و اینا با شما داریم صحبت میکنیم، حتما هم حرفای ما رو تو همه اتاقا میشنوید شما دیگه، حالا بالا نمیایین ولی میشنوید، همونی که هممون میگیم که هیچ وقت ما به قبل از جریان مهسا بر نمیگردیم و اینا رو یه ذره درد دلی نگاه کنید آقای طالبی. نه من که قبول دارم، من که تو تمونده اصلا همراهتون بودم، من قبول دارم، میدونم همه ناراحتن. آره یعنی منم با نرگس دقیقاً بعدم خانم سرمناز ببین من یه نفرم، من اصلا شاید دو نفر
آدم ندارم که پشت تفکرم باشم، من یه نفرم، خودم حرف خودم رو دارم میزنم، به نظرم جالبم نیست، یعنی جذابم نیست. موضوعی که اینجا الان مهمه به نظر من اینه که ما این چند شبه وقت دوستان رو گرفتیم، یه اتفاقی هم افتاد واقعا توی روم خصوصی در اومد یه دفعه که مایلو هم من یه سوالی کرده، یه دفعه در اومد و موضوع مدرسی در اومد و منم آدم دروغگویی سعی میکنم نباشم، خب موضوعش در اومد و بعدم که امروز همه دوستان دیدن که به هر حال خب یه کار خوب صورت گرفت دیگه. اولا من موضوعم واقعا پول نبود، والله موضوع من به مدرسی پول نبود، شیطنت های چسبوندن به مجاهدین بود. خب حالا در کنار اولا اومد تو روم کارچی گفت که کنار که یه مقدار عقب کشید گفت آره من نگفتم، اصلا ما میگیم گفته و بعد الان اومده انکار کرده، خب یه غلط میکنه بگه میدونه تو دهنش میخوره، بالاخره یکی مثل من پیدا میشه، دیگری پیدا میشه، میاد وای میسه جلوش یه جور چی میکنه. ولی موضوع پولم در اومد، خب امروز من خدا خودش اومده شو باره کارت گذاشته دیگه، من نمیدونم دیگه چی باید به دوستان اثبات بشه. موضوع مهم این بود، آره نه میخوام بگم موضوع مهم این بود، نه خانم سربراز ببین من حرفم اینه دیگه، از این بیشترم من تئوریسین نیستم، هرچی هم بلدم به اندازه یه تفکر خودم بلدم، هیچی حالی نیست، هیچی حالی نیست. ولی من اون ولی دوستان که سوال کردن، من منش و کنش شخص خودم رو گفتم، دارم میگم سه تا آدم من همراه ندارم. اینو میخواستم بگم آقای طالبی، اینکه شما تئوریسین نیستی، بعضی موقع ها صحبتاتون تحلیل خودتون شخصیه، بعضی موقع خبره، این قسمتشو بگین، مثلا بگین این قسمت تحلیل خودم، من اینجوری فکر میکنم، اینجا رو خبر دارم، خب که این دوتا با هم خلط نشه جریانش. بعدش هم یه چیز دیگه میخواستم بگم، اومدین تو حرفم یادم رفت. خلاصه اینکه اینجا رو روی حساب اتاقی که مثلا شما رو الان گذاشتیم اینجا که سوالا و یه فلان بپرسن بچه‌ها و این چیزا بگن، نه اصلا اینجوری نیست، خیلی دوستانه است و به چت و مت و این چیزا هم دقت نکنین. من اصلا چت رو نمی‌دونم، وقتی اینجا چت رو میدونم این حرفو پیش میاد. حالا میای کلا از این بحث بگذریم، کلا با جریان اصلاح طلبی اینا که کار نداریم. حالا یه سوالم من داشتم بعد از مصطفی، اینم لطفا بگید که اصلا به نظر شما این سلام عرض ادب، ببخشید من یه نکته کوچولو بگم که ببخشید خانم سروناز، خلط اشتباه است برادر من، خلط مفاس بله ببخشید، این حالا بد شد اومدم بالا بگم ببخشید. مرسی محمد، من برای اینکه اتاق به ضرب آهنگش برگرده، پس آقای طالبی شما میگید سوال امیر حسین، آهان گفتی مصطفی بپرسه که گفتم بعد از مصطفی نه گفتم جواب بدید که آهان نشدم اونش میگم این مصطفی این هم جواب بدید که به نظر شما الان، چون ما همش توی اتاقای اینا رو میبینیم میخونیم میشنویم، به نظرتون آیا اتاقهایی اینجا داره زده میشه هدفدار برای جریان اصلاحات، یعنی دارن کسی رو پروموت میکنن، میخوان به اون سمتی برن، ما سمت انتخاباتی داریم میریم، اینا هم اگر شما چیزی متوجه شدین، خبر دارین یا تحلیل خودتونه به همون بگید. مرسی. خانم سرفرم از این قضیه حسام الدین آشنا به نظر مگه روشن شه اینا معلوم باشه. آره باشه امیر حسین، من همین میخوام بگم. پس آیه طالبی، من سوال امیر حسین رو میخواید پاسخ بدی یا نمیخواید پاسخ بدی؟ امیر حسین شفاف پرسید. من اگر که همه موافق باشن پاسخ میدم، ولی نمیخوام کسی ناراحت باشه، دلیلی نداره ما یه حرفی بزنیم. همه موافقن بریم جلو. ببین موضوع حسام الدین آشنا اینو که پاسخ بدم درست میگه امیر حسین، اونم از توش در میاد. ببین موضوع حسام الدین آشنا یه بخشش که من میگم خبره، یه بخش دیگه تحلیله. حسام الدین آشنا کیه؟ حسام الدین آشنا داماد آقای دوری نجف آبادیه. دوری نجف آبادی کیه؟ کسیه که وزیر اطلاعات معرفی شده یه زمان آقای خاتمی بود که تو بحث قطعهای زنجیره‌ای دیگه بعدش گذاشتنش کنار، درسته یا نه؟ خب همه تو که میشناسینش. آقای آشنا زمان آقای دوری نجف آبادی میده تو وزارت اطلاعات و تا سطح معاونت هم بالا میره و یکی از کارهای مهم آقای آشنا قبلش هم بوده آقای طالب بوده. آره قبلش هم بوده. آره شما بهتر میدونید، حالا هر جا مصطفی من اشتباه میکنم شما اصلاح هم کن، من شما
نه خواهش میکنم. داشت قوی قوی تری. من والا در حدی که سوال کردم میدونم. به هر حالی چون تا ساعت معاملت هم بالا میره. ببین حسام الدین آشنا یه شخصیت بسیار خاص داره که الان یه سرچ گوگل هم شما بکنید جلو کسی که دولا نشده نیست. یعنی تا پای کف پای همه را ماچ کرده. شخصیتش اینه، ولی یک آدمی که تا ساعت معاونت و اطلاعات بالا میره و میاد خودشو به همه جا میچسبونه. آیا آشنا در زمان اطلاعاتش یکی از کارهایی که دنبال میکرد و پیگیری میکرد و حالا نمیدونم یه سری میگن مسئول میز اپوزیسیون بود، یه سری میگن نبود، حالا کار ندارم، باید بتونیم بکشیمش آشنا رو بیاریم خودش این حرفا رو بزنه. ببین یکی از کسایی که دم به تله نداده، شما نگاه کنی زمان قبل انتخابات 1400 خوش یه فکت دیگه در آینم بگم، بعد میاد تو دولت روحانی، خب تو حزب عدالت و توسعه روحانیه و بعد میاد میشه مسئول رسانه آقای روحانی. خیلی از مشکلاتی که به قول معروف دولت روحانی با اصلاحات پیدا کرد زیر سر همین آقا بود. خب بخش عمده زیر سر واعظی بود. خب اومد کنارش یه کارایی هم کرد حسام الدین آشنا. مثلا چی کار کرد؟ خیلی از خبرنگارا رو جذب کرد. خب درست یا غلطشو من کار ندارم، من از در مقام داوری نیستم، دارم مسائل رو دارم میگم. خیلی از خبرنگارا جذب کرد تو هیئت مدیره های شرکت ها، مخصوصا هیئت مدیره 60 این ور اون ور. و اینجا یه اتفاق افتاد برای حزب عدالت توسعه، زور رسانه ایشون بر اسپانسرشون چربید. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری خبرنگارهای زیاد اصلاح طلبی داریم که در دوره روحانی بهش چرخش نمیشه گفت، اما جذب بدنه اینا میشن، آدمای اینا میشن. خب یکیشون کی بود؟ آقای محمد قوچانی که ظاهرا تو دولت روحانی هم پست گرفت. محمد قوچانی وقتی بررسی میکنید میبینید که یه آدمیه بسیار با استعداد، یه نخبه رسانه است، ولی دیدگاه خودشو داره دیگه. بیشترم یعنی شما فرید مدرسی رو که میبینید یه مقدار پرتنطراق‌تر و مرتب‌ترش بکنید خود قوچانیه. فرید قوچانی یه شاگرد داره که مبرزترین شاگردشه، فرید مدرسیه. اینا دیگه این مسائلی که همه میدونن. خب و اینا در اونجا کار میکردن. یکی از داستانه که آقای آشنا در زمان البته آقای تاری اکثر بچه های روزنامه‌نگار اصلاح طلب با محمد قوچانی کار کردن، یه ویدا ربانی اصلا توی صدا باش کار میکرد. آره آره حسین رضا بچه ها اکثر همش فرید مدرسی. ببین قوچانی، خب حالا تو خود قوچانی اصلا یک داستان قوچانی شناسی میخواد، میگم آدم بسیار خاصیه، من قبولش دارم به لحاظ هوش قبولش دارم، به لحاظ خط و ربط نه، اون داستان خوش داره، اما خیلی بچه باهوشیه. میگم گفتم فرید مدرسی و بسیار پرتنطراش میشه، من مده قوچانی همه جا آدم داره. ببین قابل مقایسه با قوچانی نیست، این مقایسه‌تون طالبی با احترام خیلی غلطه، قوچانی هزاران لول بالاتر از مدرسیه. حالا من اونشو میگم میزون مزغون نذاشتم، ولی به طور کلی دارم میگم بله خب قوی تره، من که عرض کردم که یه نخبه است. حالا نکته ای که هست، ببین یکی از کارهای قوچانی که میکنه چیه؟ مثلا حالا میخوام به شما بگم بچه چقدر باهوشه، برای اولین بار میاد خبرنگار حوزه میذاره، خب مدرسی رو میفرسته قم و توی این حوزه مراجع تقلید اینا ملاش میکنه. مراجع تقلید تو ایران خیلی مهمنا، یعنی شما وقتی اسم حاکمیت و نظام میاری یعنی قم، بعد شما میاری اسم نظام که میاری یعنی قم، بعد به حاکمیت و تقسیمات که میرسی بعد این چیزایی که ما میبینیم هست، تصمیمات خیلی هاش اونجا گرفته میشه. حالا بگذاریم اینها در اون زمان خب خیلی از خبرنگاران اصلاح طلب هم جذب کردن، خب خیلی هاشون هم تن ندادن و همچنان موندن با جریان اصلاحات. اینایی که من میگم دلیل بر سلامت یا عدم سلامت نیست، اشتباه نکنید، به هر حال جذب شدن اون موقع دیگه. یه اشتباه بسیار بزرگ اصلاحاتی ها قبلا این بود که نیروهاشون رو رها میکردن، یعنی میشه نه به اینا کار میدادن نه فلان میکردن، تا به پست و سمت برسیدن این سران اصلا نیروهاشون رها میکردن. این بار این اتفاق نیفتاد، خب خیلی اینا جذب شدن.
اینا اون موقعی که واعظ اون تز رو داده شروع کردن از بدنه اصلاح طلبا جدا بشن، خب بخشی از همین خبرنگارا کمکشون کردن. چه فکر کنین چه جوری؟ با همین اختلاف انداختنا، با همین اختلاف افکنی ها. حسام الدین آشنا پشت پرده خیلی جریانات دنبال میکنه، از جمله اینکه حسام الدین آشنا ادعا میکنه کلاب هاست دست منه. خب و یکی من بقیهشون نمیشناسم، اونی که میدونم میگم. یکی از عوامل هستیش که عامل انتحاریشه فرید مقدسی. اون حزب من اعتدال و توسعه نبود، عدالت و توسعه نداشت. اعتدال و توسعه، ببخشید من اعتدال و توسعه ترکیه قاطی کردم. من از بس این چند وقت در دیگه من داشتم فکر میکردم. آشنا چه رفتی به 60 داشت؟ آشنا تو 60 من رفته بود بسیم رفت نکنم. آشنا مسئول رسانه‌ای دولت روحانی بود دیگه. آقای نوری عنوان دقیقش چی بود؟ مشاور رسانه، درسته؟ بله مشاور رسانه بود. آره دیگه. خب آره اساساً اون مسئله 92 خب یه مسئله خیلی پیچیده است. یعنی یه مصاحبه حسین دهباشی داره تو اون کامل توضیح میده که اصلا چی شد. روحانی خب میدونی خیلی اصلا جدی نبود، نه اینکه یعنی وقتی هاشمی اومد ثبت نام کرد روحانی خواست انصراف بده، هاشمی بهش گفت نه انصراف نده فعلا. و بعد حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ایش بود، تقریبا کل کارهای رسانه‌ای دستش بود. حسین دهباشی هم همینطور، یعنی حسین دهباشی کارگردان فیلم‌های تبلیغاتی روحانی بود دیگه، که یه جا هم میگه، میگه آیه روحانی من که میدونم خودت هم میدونی رأی نمیاری، بیا این کارهایی که من بهت میگم بکن. یعنی اون جملات کلیدی مثل من سرهنگ نیستم، نمیدونم حقوق دانم و چرخ زندگی سانتریفیوژا و به چرخ زندگی، اینا رو همه رو حسین دهباشی بهش گفته بود، که بعد اینا رو توی مناظرات میگه. عارف هم افتضاح عمل میکنه توی مناظرات که دیگه کم چیز میشه، روحانی خیلی بولد میشه. پشت این قضایا همش حسام الدین آشنا بوده. نکته مهم همینه که آقای نوری گفت. ببین آقای عارف رو اینا در سران اصلاحات زدنش، یعنی از اون بالا تصمیم گرفته شد. دقیقا ندادم این اتفاق افتاد، ولی من نکتم یه چیز دیگه است. آشنا رو گفتم برای اینکه به اینجا برسم. آشنا حالا اون موقعی که وزارت اطلاعات بود و عرض کردم آقا بازم یه جا یه نقطه سیاه هست، نگاه کنین. شما میگه جذب روزنامه‌نگارا بعد از آقای شریعت مدیری رفت تو وزارت رفاه اتفاق افتاد، نه سمت نه نه از قبلش هم بود، فقط بحث وزارت رفاه نبود، قبلش هم بود. ببین دانیال موضوعی نیست که الان تو این روم جمع بشه، که این کار کالبد شکافی میخواد، زمان میخواستن. موضوع واضحیه خب، و موضوع من الان مشخصا فریده مدرسیه، کاری به بقیهشون ندارم اصلا. ببین خیلی هاشون آدم های سالمی هن، خیلی هاشون رفتن باشتن سالم سلامت فعالیت کردن، خیلی هاشون رفتن توی، من نگفتم چیزی درست که غلطه، خیلی هاشون رفتن توی اون هیئت مدیره من شاید خیر شدن جلو خیلی فسادا رو گرفتن، خیلی هاشون هم تن دادن. من نمیدونم اونا رو اصلا چی. من موضوعم فرید مدرسیه، فرید مدرسی جایی نبردنش، همین سبک و سیاقش همینه که هست. با راست میگه فرید مدرسی با سه تا آدم کار جمعی نمیتونه بکنه. یه ذره واقعا دلم براش میسوزه ها، ولی به هر حال یه مقدار اگه این مواردش نبود که خب کاری نداشتیم بهش. خب حالا حسام الدین آشنا چرا گفتم اشاره کردم به اون بحث اطلاعاتش از اپوزیسیون مسئله میز اپوزیسیون؟ به خاطر اینکه یه گره برای همه باز کنم. آقای فرید مدرسی 70% از اطلاعاتی که راجع به آهی و غیر آهی و اینا داره رو از اینا میگیره. یعنی شما فکر میکنی مثلا این با سرچ مرچ اینا رو به دست میاره؟ نه. ارتباط اونور داره؟ من میگم نه. توجه میکنی؟ ولی حالا بعضی هم این چند روز اومدن گفتن که آقا این داره اصلا آهی رو پروموت میکنه، از اونور میگه. گفتم من محتمل نمیدونم. به هر حال ارزه این کار نداره، ای کاش داشت. اینا هم که داره میگه راست میگه. ببین فرید مدرسی خدا شاهد اگر موضوع پرداختن به وصل این بچه ها به مجاهدین نبود، من خدا رو شاهد میگم ورود نمی کردم. چون این بچه این زیاد شده که هی دلت درش می سوزه تا تعریف میکنی هی میبینی خب خیلی ها رفتن جلو این موند. خب آقای طالبی این فرمایشتون زیاد شنیدیم ازتون. بله؟ شما فرمودید که حسام الدین آشنا به فرید مدرسی پول میده خب و کارگزارش بوده.
بعدا ما اومدیم با ما کار کرد، الان برگشته به همون اسپانسر قبلیش آقای حسام الدین آشنا. شما و شما داره من کار شما کجا با تاکید از من شنیدی پول میده حسام الدین آشنا؟ نه حالا گفتی که حالا یه مدتی از ما پول میگرفت. دقیقاً ادبیاتتون رو من تکرار من اصلا ادبیاتم اینطوری نبود. اجازه بده خودم بگم. ببین آقای فرید مدتی توی پریودی که از اینا جدا شد به هر دلیلی، من اصلا نگفتم از حسین حرف تو دهنه من نذ قربونه، من نگفتم از حسام داشتم پول میگرفته، گفتم کارفرماش بوده، کارفرما میتونه پول بهت نده، اصلا اشغالش کار کنی یعنی کاری برات انجام بده، من اونا رو سردر نمیارم، ولی با اون تیم بود. خب کلی من گفتم همیشه، من چه اینو گفتم یه پریودی که این وسط ولش کرده بودن، من کارفرمای فرید مدرس نبودم. این هزار بار در یک سری ما تو انتخابات یه دوست عزیزی که برای من خیلی محترمه چند تا خبرنگار رو چیز معرفی کرد و اینا اصلا تو با هم سبقت میگرفتن. وقتی شما برای باید تو اون جایگاه قرار بگیری، ببینی من چی میگم، وقتی برای نامزد انتخابی داری کار میکنی و به حضور درس کنم ستادش یا حالا اسپانسری یا ستادش دسته هرچی که هست مراجعه میشه از اینا زمان انتخابات زیاد، مخصوصا رسانه‌ای ها، تبلیغاتی ها، خود اون سیستم هم دنبال این آدم هم. ایشون معرفی شد. خب توی بحث انتخابات یه مقدار باهاش کار کردیم، این ارتباط ادامه پیدا کرد. من عرض کردم کاملا محرز و مشخص گفتم خب که یک سری از در جریان مهسا یک سری از رومهای خشونت پرهیز رو تایتلش رو با همدیگه زدیم و به ما حمایتش کردیم. توجه میکنی؟ و من در این موضوع خب قطع و یقین اون که همه مثلا رومی که امروز زده بوده که اینو کسی اسپانسر نبوده، که یه سری رومایی میزنه برای اینکه همیشه بالا باشه دیگه. خب اون دیگه خودش میدونه دیگه، مسئله خودش میدونه، ولی مسئله من پول نیست. من اتفاقا به کسی که بیاد شفاف، من دیدگاه من اینه، حالا خیلی هم این دیدگاهو دارن، حتما بیان نمیکنن چون این حرفا یه مقدار سنگینه دیگه. یه سری آدم خوشمزه هم شروع کردن به مزه انداختن که ما خودمون استادشیم، نمیدونم سلطان پولو، حالا ما پروژه داریم بیا به ما پول بده و اینا، که خب این حرفا زیاده، بزن تو خسته شن. اما ببین این حرفا هزینه داره. وقتی من یه چیز آقای طالبی بگم، مسئله مالیه، کار کار درست. آقای طالبی به خدا بذاری منم مالیه. بعدش یه سوال بپرسم از همون روم اول نیکا مون. یه دهده یه دهده این بحث پول رو کلن از دایره خارج کنید، چون نه شما مدرک ارائه دارید نه اینجا دادگاه، اصلا هیچ کس هم سمت پول نره، چون اصلا نه هیچ کدوم از ما یه حتی برک سند هم ندیدیم. من نه این برای تایید بکنم نه اون برای، کلن از دایره مالی این قضیه خارج شد، از همه این خواهش رو میکنم. دولش هر چی شنیدید همونه دیگه، بیشتر از من. دانیال بحث دانیال، یه لحظه ببین یه چیزی رو، این همه آدم صحبت میکنه خسته میشه تا این موقع شب، بعد تو یه دفعه یه جمع بندی از سر برداشت خودت نکن که دادا. شما بحث پول بهتون ثابت نشد، ماشاءالله بهتون باشه، طرف مورد شما رو حسابشو گذاشته. من نمیفهمم شماها رو به قرآن آقای طالبی شما رو حسابشو گذاشته. خب ما شفاف سازی کردیم، یه نفرتون بعد این 3 ساعت میگفتی بابا دمتون گرم وایسید شفاف سازی کردی، یه نفر شما رو حسابشو گذاشت، خب حتما فردا باید بیلان مالیش هم بده دیگه. من نمیفهمم شماها رو بگو، پس چه کنشگری دارین میکنید؟ کنشگری همینه، اینطوری که ما به آسمان بریم به معراج برسیم که یه کاری میکنی. حالا بحث پولم فری مطرح شد، شما رو حسابشو گذاشته، گفت آقا دیگه من میخوام الان پول بگیرم. آقا الان شما دارید میگید من کنش من همه جاش انقدر دارم، سمت پول نمیرم من. خب باشه نرو، ولی اونم که جهت تخته بود آقای طالبی، یعنی میگفت داش چیز میکرد، آلترناتیو حرکت شما بود اون بحث. نه آلترناتیو داشتم، آلترناتیو چی حرکت من بود؟ من نرفتم تو اتاقش، ولی منم نرفتم، برای من فرستادن. آره ولی این این فکر کنم مثلا این حالتی بود که خب چرا دو ماه پیش نمیدونه بذاره تخته کنه مثلا حرفای شما رو، یه همچه حالتی داشته. نه ببین قریب 100 اولا
قریب 100 تا پیام من داشتم، دیدگاه اینطوری نبوده، همه اومدن گفتن شماره حسابش هم گذاشت تایید شد فلان بساره. حالا من کاری ندارم، ولی بگید دیگه به سمت بحث مالی نریم، شما مطرح ولی به هر حال ولی به هر حال دانیل من وقتی وقت گذاشتیم روی ماجرایی و یه شفاف اتفاقا یه بند خدای دیگه امرو به من زنگ زد. آقا قضیه مالیش اصلا برام جذاب نبود. آره ولی یه بند خدای امرو به من زنگ زد از همین دوستانی که حالا رسانه‌ایان تو کلاب‌هاوس کمتر فعالن البته، ولی خب یه سیستمی چیدن که فعال بشن. به من زنگ زد گفت که چی بوده ماجرا، بهش توضیح دادم، اینا گفت چه حرکت خوبی است، ما میایم برمی‌داریم قبل اینکه این برای مدرسه برام بفرسته. گفتم ما اصلا گفت اصلا ما میایم برمی‌داریم و همین کار رو انجام میدیم، مثل یه روزنامه باهاش برخورد میکنیم، چه اشکالی داره؟ یه تیمی دارن آماده میکنن که بیارن توی داستان، حالا موفق بشن نشن من چیو برمیدارم. سلام حمید، بذار من سوال بپرسم. حمید به خدا به حضرت عروم اول من منتظرم این سوالو بپرسم. جناب طالبی با اجازه از مدیر، البته جناب طالبی من یه سوال داشتم، یه سوال دیگه هم ضمن حرفاتون الان به ذهنم رسید در مورد اینکه فرمودید آقای دهقان یکی از کارهای مثبتش اینه که توی اون جزیره یا اون محدوده‌ای که فرمودید داره بلاکچین رو راه اندازی میکنه. خب وقتی بلاکچین به لحاظ صنفی رگولاتوری و هیچ چیز توی ایران بستر مناسب نداره، این چه پوینت مناسبیه؟ اصلا بستری نداره. انجمن بلاکچین هم که خودتون میدونین چه بلایی سرش آوردن. این چه پوینت مثبتی؟ آقا بهزاد من اطلاعات فنی ندارم. یه موقع قرار بذار شماره تو برای من بفرست، من به مسئول فناوری منم اطلاعاتی ندارم. آره. منم دانش من به مسئول فناوریه ببین من به مسئول فناوری اون حوزه‌ای که دارن برای چی میکنم وصلت میکنم. ببین نخبگان درجه یک دانشگاهی کشور، اون کسایی که شما فکر میکنی اسمشون بیاد اونا کردن تو ایرانن، دارن همکاری میکنن. من بیشتر از این نمیدونم، ولی شما رو وصل میکنم به اون آدمای فنی که دارن این کار رو انجام میدن، تمام سوالاتون پاسخ بدن. میدونم همه اینا رو دیدن زمینه ها رو، اما بحث بلکچین ببین مهندس، بحث بلکچین یه داستانی که وجود داره برایش. فقط میدونی که خودت بلکچین یه نظام کنترلی بسیار قویه. خب یعنی شما داده باید مثلا 100 تا هم زمان با هم داده غلط بدید، فساد، بحث فساده. اونجا هم جزیره نیست، یه جایی بسیار حساسه، از کردم حدود جاست گرفته تا مرز پاکستان بعد گواتر. خب یه کار عظیمی داره صورت میگیره، یه ایران دیگه اونجا باید ساخته بشه. اصلا زمان شاه فرانسوی ها یه طرحی برای اونجا در آورده بودن، زمان شاه، خب که 20 میلیون جمعیت ایران باید اونجا ساکن میشدن. یعنی همه این دو بیمو برین سرچ کنید، اینا رو مکوران یا مکران رو سرچ کنید. خب اصلا تمام این دو بی موبی و اینا که الان پدید اومده طرحش تو اینجا وجود داشته. حالا من نمیدونم اینا بخوان اونجا ساختمون سازی بکنن درست بکنن. نه آقای طالبی سوال اصلیم رو بپرسید. ولی حتما این تحقیق کن دانیال جان، شرمنده‌ام. سوال اصلی ولی بعد یه فرعی نپرسید. نه ولی مجبورم یه اون چیزی که گفتم این رو کوچولو بگم. جناب طالبی من شما رو یه بیزنسمن شناختم تو اون رومی که داشتید صحبت میکردید، با توجه به اینکه فرمودید من دست تو جیبم کردم از هزینه شخصیم برای هدفی که داشتم پول دادم به اون بنده خدا، و بعد اومدید اون مسائل رو مطرح کردید که برحال به نوعی افشاگری بود، میتونم بپرسم چرا خودزنی کردید؟ چون مثلا اگه فردا روزی نظرتون به این باشه که به من مهداد، من اسم خودم رو میبرم، پول بدید برای اینکه یک تایتلی بزنم در جهت پیشبرد منافع شما، من از کجا باید اطمینان پیدا کنم که فردا روزی شما با من سر لج نیفتی و من رو مثل اون آقا مثلا توی رومی افشاگری نکنی؟ برای یه بیزینسمن از نظر اگه کار بدی انجام میدی که اگه مگه کار بدی انجام میدی از من پول میگیری؟ نه ببینید به هر حال یه زمانی که اتفاقاً اولا که من خودش تا من مطرح کردم فکر نمی کردم اینقدر همه پولکیم و اینقدر این موضوع پول بولد میشه. والله میخواییم بپذیرید میخواییم نپذیرید، ولی برای من ارزشمنده که بپذیرید. ببینید چون کسی که این طرف معامله به خاطر آدمیه بیشتر... که حاشیه داره. نه حالا اونو ولش کن. ببین مبحث پول، بحث پول تو رسانه که هزار بارم گفتیم اینا زندگی دارن وقت میذارن این مبحث. شاید میگم من بعدها که این مسائل تو کلاب‌هاوس پیش اومد دیدم همه چقدر حساسن رو بحث پوله،
فکر کردم معذرت میخوام تو ایران انگار با جنس شما مثلا مثل قدیما برنج میدین یکی براتون کار انجام میده، یا اصلا بابا اینطوری نیست. حالا شاید، من نمیدونم والا، شاید چون ما ها اقتصادی بودیم یا مثلا ما رو از زمان انتخابات همه ما رو بودیم. من اشتباهی میکنم، من اشتباه میکنم بچه، من ولی نه نه دانیال شهید نکن، یه لحظه یه جمله است دانیال جان، یه لحظه هم شما بگید، یه لحظه است. آها مهداد اصلا تلفن کن، نه میخواستم به مهداد بگم، مهداد تلفن خورد، ولی اینو به شما بگم دانیال جان که اگر از این من خودزنی برای چی کردم، مگه چه اتفاقی افتاده خودزنی کردم، مگه اولا من کی بودم و کی منو میشناخت که بخوام خودزنی کنم، برای من اصلا مهم نی. ولی از این به بعد اگر بخوام کارو انجام بدم قدرتمندتر از قبل با قرار داد، از اولش هم به طرف میگم درسته بچه‌ها، خیلی همینو میخواستم ازتون بگم، اشکال نداره، چه اشکال داره، هر کی ناراحت نکنه، هر کی ناراحت نکنه، قرار داده رو میخواستم ازتون بشنوم که به هر حال یه نوعی ضمانت اجرایی هم باشه. به هر حال با تجربه ناقص من این برداشت رو داشتم که چطور شما این کار رو انجام دادید و به نوعی خودزنی بود از منظر من. به هر حال ممنون که جواب دادید. چرا میگی خودزنی؟ مگه شماها همه تابع شفافیت نیستید؟ خودزنی یعنی شفافیت یه بحث جداست. ببینید مثلا خب میگم نمیدونستم من نمیدونستم که شماها میرید مثلا فرض کن با یکی هماهنگ میکنید، یه کاری انجام میدید، یارو میاد 8 ساعت وقتشو میذاره، بعد هممون میگیم حاجی حاجی مکه، اون وای میسه وقتشو گذاشته. آقای طالبی دنیای گذاشته. این روز ما دنیای بدون قرارداد دیگه نیست. 100 درصد دنیای دلاره. نه نه بذار سوالمو بپرسم. بازم ممنون در ایران به خاطر همین زشتیه که براش ایجاد کردیم دنیای دلاره، تومنم قبول نمیکنه. منم اینو بگم که دوستان ما من از دایره مالی نمیدونم، از دایره مالی سوال بشه من مایکو میبندم. این خیلی سوال سیاسیه، سمت سوال مصطفی تو خوب باشه، تو مصطفی بپرس، شما بپرس. سلام علیکم، چی نادو سلام مایلو خوبی بابا، من جواب دادم، سلام بچه‌ها، سلام. فقط من این دوست راجعه حسام الدین آشنا بگم، مصطفی مگه حسام الدین آشنا کسی نبود که با سعید اجلانی اینا اطلاعات رو درست کردن؟ نه نه آشنا باشون نبود، مصطفی نکته رو آره. من خواستم بگم که حالا ما هیچ گونه نیاز مالی نداریم و هیچ گونه پیشنهاد مالی رو نمیپذیریم. نکته رو خواستم من میگم یه موقع کمر رد کرد. من سوالو بپرسم ازتون. من دارم آقای مصطفی جان، یه لحظه آقای روحانی پاسخ مصطفی، من میگم شما کمره زگ بده یک نشه، نه چای سردیدم نشه، همین. آیش میکنم بزرگ بریم. ببینید شما یه سوال استراتژیک آقای طالبی، به نظر من شما دارید آقای نقشی که برای قالیباف مد نظر داشتن که بیاد رضاخانی عمل کنه رو، به نظر میرسه که دارید شما رو نمیگم تیمی که پشت صحنه است برای آقای دهقان یه جورایی فراهم میکنید. نه آقای روحانی، خاطر جمع آقای دهقان نمیاد. ببین آقای دهقان الان دیگه شده، الان دیگه خودتون امسال... گفتید یه آدم غیر روحانی لازم داریم و فلان، خب داشتید اونا مال تعریف تاریخ بود. آقای دهقان نمیاد. آقای دهقان هم به قول معروف یه مقدار مشکل جسمی داره، هم اصلا قراری نیست بیاد. نه باید اصلا اون مال قبل 1400 بود، تمام شد دیگه اون ماجرا. اصلا بحث من بحث پروموت کردن های دهقان نیست، چنانچه اگه قرار بود باشه راه های بهتری بود، ولی اصلا قرار نیست بیاد. منم واقعا مدت هاست ارتباطی اصلا ندارم با سیستمشون، با خودش که حالا من نزدیک که کاری نداشتم که بخوام ارتباط داشته باشم. مگه ببین آیه روحانی عزیز، مگه هر نامزد ریاست جمهوری که میاد با تک تک اعضای ستادش ارتباط داره؟ مگه در سال 88 در مجموع زمان انتخابات ما چند بار میر حسین موسوی رو نزدیک دیدیم؟ مگه وقت میکنه؟ خب این موضوعات هم که من گفتم همش مال قبل انتخابات 1400 بود، بسته شد رفت. من فقط آشناییمو با یعنی چرا رفتم سراغ فرید مدرسی اینو برای شما توضیح دادم، وگرنه اونو اصلا ببندید، هیچ موضوعیتی نداره. مصطفی میخوایی داری برو تو محتوا، چون که نگاه کن چند تا چیز اینجا در مبهمه. اولا مثلا آقای آشنا
اون چیزی که حالا فکر کنم خیلی دم دستی و اینا اصلا این شکلی نیست، حداقل اصلا به نظر من با همچین لایه هایی کار نمی کنند، نظر شخصی ما. ولی خب تمام اون بچه هایی هم که ضد واعظ و نوبخت بودن تو تیم اعتدال توسعه بودن، خیلی فرق میاد. مثلا از شما آقای نوبخت نزدیکتر هم بود به آقای روحانی، از اون بچه های عدالت توسعه دورتر بودن. این یه مقدار میخوای به چسبونی به هم، با چسب و قلو هم چسبیده نمیشن اینا رو. های طالبی چجوری شما ارزیابی میکنید؟ کی به چسب داده میشه دانیال؟ کیو گفتی؟ اعتدال توسعه با کی؟ با آقای نوبخت و جناب آقای واعظی، اینا خب اصلا تقابل بودن، یه زد بودن. نه این که حزب خودشونه، دولت روحانی. آره دولت روحانی یک پارچه که نبود، این بخش اقتصادیشو بیشتر کارگزارانی ها و اینا اومدن تو دست گرفتن، این آقای واعظی و نمیدونم نوبخت و اینا. بخش امنیتیشو این آقای آشنا و اینا اومدن دست گرفتن. بخش فرهنگی و این چیزها رو دادن دست اصلاح طلب، یک پارچه نبوده دولت رو. دقیقا. نه مصطفی ببین، دانیال داره اعضای اصلی حزبو میگه با چسب یه قلو دو قلو سه قلو هم نمیچسبن. یه چند چیزی گفت فرمودن. ببین اینا اعضای همون که اینا دارن با چیز آقای واعظی، آقای حسام الدین آشنا. خب چجوری میشه داخل با کی؟ با کی چجوری میشه؟ اینا عضو همون حزبن، اینا هم فکرن. آره اینا مصطفی نگو هم فکر. مصطفی ببین اینا عضو حزب آقای روحانی هن. اصلا همینا تشکیل میدن. بابا شما نگاه کنید، شما فرمودید اینا جذب 60 شدن، میگن بچه‌ای که جذب 60 شدن اصلا با اینا تو تقابل بودن. خب دیگه بعد از اونها بپرسین دیگه، بعد از اونها بپرسین. شما میگی اینا رو فرو کردن تو اونجا. به نظر من قوی ترین، به نظر من الان آماده ترین تشکیلاتم که برای انتخابات آینده یا مجلس، حالا فاصله داریم، در تست میزنن احتمالاً سر کلهشون پیدا بشه، فعلا همینان. شاید مثلا حالا یه ائتلاف ریزی هم با لاریجانی بکنن. میدونم کسی که لابی میکنه اینا برن تو 60. سرمنازی سوال کرد، سرمنازی سوال کرد، گفت چیزی تو کلاپوس میبینی؟ میخوام بگم از اصلاح طلبا، نه اصلاح طلبا الان من چیزی نمیبینم، ولی به نظرم همین چند وقت سر و کله یه اعتدالیون پیدا بشه هم کلاپوس هم جای دیگه، چون اونا الان هنوز تشکیلاتشون دارن، تازه دولتشون تموم شده، یه مقدار جلساتشون هم دارن، مثل که کاراشون هم دارن انجام میدن. این بمبارون هم احتمالا آتش تهیه است برای اینکه اونا بیان دیگه. کاملا استارت سید محمد حسینی سند یوتیوب حسینی تیوی ببینید کامل براتون تعریف و اسپا موبست نکنینا. نه بزن چیز نه خواستم چی بود کانال یوتیوبش کی؟ از اینم که انگار مصطفی بی سیم دکمهشو فشام دیگه. کانال یوتیوبش golam.son.com. خب فکر کنم دیگه به چیز افتادیم دیگه، به قول معروف تکرار افتادیم. اگه اجازه بدین دیگه من برم پایین و شما به بحث همیشگیتون بپردازید. عذرخواهی هم میکنم وقتتون رو گرفتم. یه سوال، به نظرتون موضع آقای فرید مدرسی نسبت به آقای دهخان چیه؟ نسبت به آقای دهخان چه ربطی داره؟ یه ربطی داره دیگه میپرسم، میگم نظرتون موازه آقای دهخان رو شما میذارید یه گوشه من خودش بپرسم من نمیدونم خودش با فرید مدرسی که موقع انتخابات هر کی پولش بده کار میکنه. نه فرید مدرسی، خیلی یه شون هم هر به هر کی پول دادیم کار کردن که مسئله اینه، ولی موضعش چیه؟ من حالا راجع به فرید مدرسی یه مقدار دیگه میخوام جلو نرم، ولی اگه به قول معروف میگم دست از اون کارش بر نداشت و اتهام زنیش ادامه داد، بعد حالا به هر حال بحث دیگه، حرف دیگه. بعد و خودش کاش یه بار پا بده بیاد توی یکی از این روما، اون خیلی زرنگه. خب اون پا نمیده، اگر که چون بیاد بعد وقت یه مقدار جریان فکریشو اصلا روشن میکنیم. فرید مدرسی اصلا همه رو داره بازی میده، اصلا جریان فکریش نه اصلاح طلبه نه روما. آی کارچی میاد روما نمیاد؟ نه با مثلا فکر کن
با من و شما و دو یه نفر دیگه بیاد روی استیج، هر کیم خودش انتخاب کرد غیر من. آقای طالبی سلام، ارادت من دیروز باش صحبت کردم، دو تا آدم با خودش بیاد.